راه نفس دو مطلب متحده شد، یکی معرفت نفس، یکی معرفت ادراک. این روزها را در این قصد یازدهم بیان کردیم. اولش همون معرفت نفس است. گفتیم معرفت نفس حقیقتش عبارت از این است که انسان خودش را به نحوه حضوری درک کنه، یعنی میگه من، این من برای خودش عین حضور لازم نیست به این که یه لفظی، یه عبارتی، یه جمله ای به اصطلاح واسطه بشه که من درک خودم رو، نه لفظ نمیخواد، جمله نمیخواد، عبارت نمیخواد، نفس خود وجود من عین حضورش برای من خودم یرا نفس خودم دارم، من خودم میبینم از این مشاهده میکنم، خودم رو مشاهده میکنم. در فارسی تعبیر میکنم به کسی یا به چیستی؟ تعبیر میکنم به عرفان و نفس، معرفت و نفس، شناسایی نفس که واسطه نمیخواد، یعنی لفظ لازم نیست لفظی واسطه باشه. الان در خانه را میزنه میگه کیه؟ میگه منم. بله منم خوبم، منم دست. اون من عبارت از همون حضور خودش برای خودش ها، حضور خودش برای خودش تعبیر میکنه به من. مطمئن ما همین حرف رو خواهد کلمه من دخالت نده، یعنی لازم نیست شما یه منی داشته باشی تا بگید من شناختم خودم رو، عبارت جمله و فلانی داشته باشید تا بگید من خودم رو شناختم، نه خود نفس برای خود نفس عین حضور است. بحث اینه، یعنی ما خودمون همون خودمون رو میبینیم، نه یه چیزی و با اون چیز خودمون رو میبینیم. اینطوری نیست که بگیم آقا مثل اینکه علم به درخت میخوام پیدا کنیم چه باید بکنیم، باید یه صورتی از درخت از ذهن ما بیاد بگیم آقا شناخت این درخت. اینجا اینطوری نیست، یه صورتی از من در من بیاد بعد بیام خودم رو شناختم، اینطور میشه. خود من برای خود من حاضر، خودش حاضره برای خودش. این میگن امر مجرد. امر مجرد یعنی اون حقیقتی که خودش عین حضور است برای خودش، عین حضور، نفس وجودش عین حضور، نفس وجودش غیبت درش نیست. این میگن امر مجرد. الامر المجرد اون موجود است که نفس وجود عین حضور، عین حضور، نفس وجود عین حضور است، نفس وجود بدون اینکه احتیاجی به لفظی، جمله‌ای، کلامی چیزی داشته باشه. این میگیم علم حضوری. انسان به ما هو انسان علم حضوری به خودش داره، پس خودش امر مجرد. اینکه در روایات داره من عرف نفسه فقط عرف ربه، معنیش هم میده وقتی من خودم رو شناختم که امر مجردم، میتونم بشناسم که علت منم امر مجرد، یعنی خدا هم امر مجرد، یه موجود مجرد مبدأ نظام عالم، نه موجود مادی مثل مارکسیس ها و کمونیست ها و لنینیس ها. یه ماده منشه از باره ماده، من ماده نیستم، من یه امر مجرد فوق ماده هستم، از تمام مادیات من مجرد و عین حضورم، خودم برای خودم عین حضور، نفس الحضور، حقیقت الحضور. وقت میگم من، وقت افعال رو در خودم میبینم، میگم من گفتم، من رفتم، من آمدم، خود رو میبیند بدون واسطه، اما گفتن را، رفتن را، آمدن را به واسطه خودش میبیند. اگه خودی در بین نباشد خب گفتن رو نمیبینه، رفتن رو نمیبینه، آمدن رو نمیبینه، چون خودش رو میبینه میتونه رفتن و آمدن و گفتن و شنیدن و کلا همه اینا رو بتونه ببینه. اگه علم حضوری من به من نداشته باشه نمیتونه بگه من رفتم، فعل خودش رو به اعتبار حضور خودش میبینه، لولا حضور خودش رفتن رو نمیبینه، مثل لولا حضور خودش درخت رو نمیتونه بشه. اگه علم خودم به خودم نباشه به علم حضوری درخت رو نمیتونم بشه، اشیایگر رو نمیتونم بشه، افعال رو نمیتونم بشه، صفات رو نمیتونم بشه، اشیای موجوده رو نمیتونم بشه. پس حقیقت من ای بودم اولم یه تفکر رو به هم بسه هم
چرا تفکر نمی کنند مردم قرآن دیگه، چرا تفکر نمی کنند در نفوس خود، چرا تفکر نمی کنند؟ اگه تفکر بکنند یعرفون انفسهم و انهو امر مجرد، میشناسند نفس خودشون که امر مجرد. امر مجرد قضاش چیه؟ قضاش یعنی گرفتاری ما تو این ماده بدن من، ماده بدن من نیست، بدن من، بدن من نه من، این بدن من خونه من. یعنی امر مجرد احساس اقلش و گرسنگی نه نه دیگه گرسنه نیشون، گرسنگی جوانه بر گرسنه علم، عاشق علم هست. به چطور اونج امام حسین به علی اکبر یستیت جد سلام الله علیه نون راجع به چیز رو در شهادتش آمد حضرت فرمود که جدت به تو آب میده بله در عالم تجرد آب تجردی به هیچیه دیگه نه آب تجرد آب تجرد آب تجرد هم نمیخواد اگر مجرد آب تجردی همون معرفت ناره علی اکبر وقتی میره به عالم برزخ که نبیره اونجا سر قضا بشینه که سر دیگه آب بشینی که سر دیگه غذا بشینی نه میگه پیغمبر مشاهده کردم بله حمزه را میوه های مختلف پیدا میخورد این برای همین جهت دیگه انسانی که عاشق این چیزا هستش در دنیا مناسب این حرفا رو باهاش میزنن ولی حقیقت علی اکبر اینه که بره سر غذا بشینی یا سر دیگه آب بشینی سر پارچه آب بشینی بله خب حالا دقت بفرمایید من یه امر مجرد این امر مجرد تقاضاش هم امر مجرد تقاضاش این عاشق این عاشق دانم اینکه میخوام بدونم یکی عاشق عبودیت عاشق خضوع برای کامل یکی عاشق معدلت یعنی من باید حق صاحب حق رو بهش بدم حق کل زی حق اعطاء حق کل زی حق فطری سه تا فطرت در انسان من که خودم رو شناختن که امر مجردن این امر مجرد سه تا تقاضا داره سه تا قضا میخواد حل معرفه معرفت خارج از خودش خودش رو علم حضوری داری اما میگن تو که علم حضوری داری چی میخوای؟ میگه من باز شناسایی میخوام خدا رو شناختم ولی اشیایی‌گر رو باید بشناسم باید اموریگر رو بشناسم میگن دیگه چی میخوای؟ یه عاشق خضوع برای کامل هم. من در مقابل کامل خاضعم عبادت معنی شده من در مقابل حقوق باید حقوق رو ادا کنم چه تا اینا قضای منی من مجرد میشه تا قضا رو بده برای که عاشق معرفته گفتیم معروف چند تا عاشق من عاشق دانایی اون چیز که میشه دانایی بهش بخوره چیه؟ اسمش معروف معروف از نظر تقسیم اولی دو قسمه منعم و منعم علی منعم وجود کیه؟ کی این وجود رو ایجاد کرد؟ کی منو ایجاد کرد؟ من مجرد کی ایجاد کرد؟ من که خودم ایجاد نکرد منو ایجاد کرد کی هم ایجاد کرد؟ امر مجرد که فهمید خودشو این موجود دیگه معدوم نیست منو کی ایجاد کرد؟ من که خودم ایجاد نکردم من خودم ایجاد کردم من بدون اراده آمدم بدون اراده هستم بدون اراده میروم منی که هم به مجرد موجود هستم میخوام بینم منعم من چی من منعم همه آدم فرق نمیکنه کی انعام وجود کرده به آدم کی سفره وجود رو پهن کرده سفره هستی کی پهن کرده این عاشقه عاشق دانایی مهم اول دین معرفت رو سلام علی اولی جلده علی همین یه اول دین معرفت رو این عبدالزن فطری ها اولین چیزی که فطرت طالب او هستش و دنبال او میره عبارت از معرفت الله معرفت الله به چی؟ به وجوده شناسایی حق به وجوده یعنی اون موجوده شناسایی حق به صفاتش انهو حیون عالم قادر سمیع بصیر متکلم گریز شناسایی خودش اول
شناسایی صفاتش دوم، شناسایی صفات عین ذات سوم، که این علمش عین ذاتشه، حیاتش عین ذاتشه، ارادش عین ذاتشه، سمعش عین ذاتشه، بصرش عین ذاتشه، کمالات عین ذاتشه. شناسایی خود حق یک، شناسایی صفاتش این دو، شناسایی اینکه این صفات عین ذات این ستا، شناسایی افعال حق، فعل حق خدا، صفات خدا، اتحاد صفات با ذات، فعل خدا، ما فعله، ما فعل الله تبارک و تعالی، فعلش. این عاشق شناسایی اینا هم منعم رو به ذاته بشناسه، هم منعم رو به صفاته بشناسه، هم منعم رو به عنوان اتحاد صفات با ذات بشناسه، هم منعم رو به عنوان فاعلیتش در نظام که فاعل النظام است. قضای من، این من مجرد قضاش اینه، اگه اینا رو بهش دادی قضاشو بهش دادی، اگر شدی موحد یعنی قضاشو قضای من رو دادی. اینکه مؤمن میشه انسان یعنی قضای من رو داره به من میده، الذین آمنوا و عملوا الصالحات قضای من رو داره به من میده، عرفان بهش میده، میگه خدا هست، صفات خدا هست، صفات خدا این ذاتش هست، این نظام افعال باری تعالی، آدم افعال این قضای من، من عاشق عرفان است، عرفان اصل وجود منه، صفات منه، اتحاد صفات با ذات، فعل منه، ما فعل منه، فعل منه چیه؟ از اون نفی و صفات عن هم تعبیر به این میکنید که اینکه نفی و صفات عن تعبیر به این میشه که صفاتش عین ذاتشه. ببینید همه جملات هم همینجا هست. اول الدین معرفت اصل وجود و کمال و معرفت از تصدیق وجود، کمال معرفت خدا این است که تصدیق به صفاتش کنیم، بگیم له علم و قدرت و سمع و بصر و کلام و اراده. بعد از عرفان، بعد از معرفت، بعد از معرفت او تصدیق به صفات او، علمش، قدرتش، سمتش، بسرش، حرامش، حرامش. بعد از این و کمال این تصدیق چیه؟ الاخلاص شدن، کمال اخلاص، کمال تصدیق اخلاص، یعنی این صفات این نجات و کمال الاخلاص ده. حالا چجوری اخلاص درست کنیم؟ میگه نفی صفات هست، اون صفت نداره دیگه، صفت زائد برجات نداره، زایدش صفات این نیست، کمال الاخلاص له نفی الصفات. هر وقت انسان یه صفت موصوف دو تا چیز می‌بینه، میگه نفی کن، یعنی که نمیتونه حالید نمیشه، اگه حالید نمیشه که صفت دارد و عین ذات هست، آقا صفات بگو صفات نداره، معنی صفات نداره نه اینکه علم نداره، علمش همون خودش، قدرتش همون خودش، ارادش همون خود، صفات سلبیه داریم و ثبوتیه داریم، بر سوا این صفات ثبوتیه، سوا سلبیه که نیستیه، که نیست، خدا ممکن نیست، از ممکنات نیست، خدا مقید نیست، خدا محدود نیست، اینا هم صفات سلبیه است، خدا جسم نیست، 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 هزاران هزار نیستی برای خدا. قانون کلیش هم این است که امکان در خدا نیست، امکانی که برداشتی همه چی، همه نقایص رو برداشتی، اونجا وجوب است، وجوب وجود است، فرست. پس بنابراین اول معرفت او، بعد تصدیق به صفات او، بعد کمال تصدیق اخلاص است که بگی صفات این ذات است. چرا؟ چون هر صفتی شهادت میده من غیر موصوفم، چون هر صفتی همچی شهادتی میده، تو بگو آه خدا صفت که زائد بر ذات است ندارد، صفات این ذات عرضی ذات نیست، عرضی، عرضی مالمام عرضی نیست، مالمام جوهره، ولی عین ذاتمون نیست، مدت ها هست جاهل هستی، بعد عالم میشه، علم هم میاد در ذاتمون قرار میگیره، ولی عین ذاتمون نیست، زائده بر ذاتمون، زائده ولی امر جوهری هم باشه، اما اونجا اینطور نیست، اونجا وجود عین علم هست، وجود عین قدرت هست، وجود عین حیات هست، وجود عین اراده هست، وجود عین سمع هست، وجود عین بصر هست، وجود عین کلام. مباحثی که در باب
معرفت الله اول در توحید میکنی، خب برای همین جهت بعد صفات متعرضی، برای همین جهت بعد متعرض صفات عین ذات، اینا برای همین جهت که این قضای من رو به من بدی. فلسفه و کلام یعنی قضای من برای من، یه چیز دیگه نیستش. حالا یه عده فرار میکنن از این قضای من، به ما مربوط نیست، تمام عمرش فکر میکنه قضای من کنه. وضو که قضای من نیست، که قصد که قضای من نیست، که حج که قضای من نیست، که تجارت که قضای من نیست، که زراعت که قضای من، اینا هیچ کدوم قضای من نیست. قضای من معرفت الله، قضای من معرفت از اسماء و صفات، قضای من معرفت اتحاد صفات با ذات، قضای من معرفت افعال الله، فعل خدا، یفعل ما یشاء، یفعل ما یشاء، بدانم خدا چه می کند، چه کرده است و چه خواهد. خب بعد از اینکه اینها درست شد، معارف درست شد، وقت تازه تقاضای دیگه داره، من یه تقاضای دیگه داره. فهمید که ذات باری تعالی منعم النظامه و این منعم النظام صفات عین ذاتشه و این صفات که عین ذاتشه موجب کمال اون میشه، میگه من بالفعل در مقابل این منعم کامل خواهدم. نه اینه نماز شروع، عبادت شروع، میگه من در مقابل منعم هستی که عین کمال است و عین جمال است و عین بها است و عین کل کمال و جمال هستید، من در مقابل او خاجم. منتها خضوع رو نمیدونه چجوری انبیا میان میگن آقا خضوع خدا نماز خوندن، بیان کیفیت خضوع میکنه. نماز عبادت، خضوع خدا، روزه خضوع خدا، حج خضوع خدا، وقت سلازاره تمام واجبات عبادی، تمام این واجبات عبادی خضوع خدا، وضو گرفتن خضوع خدا، قصد کردن خضوع برای نه، همه خضوع است. و من بالفطره عاشق خضوع هم، منطقه خضوع رو نمیدونم، انبیا میگن آقا خضوع خدا اینا هست. خضوع اون قضایی که تو میخوایی که خضوع باری تعالی هست اینا هست. اگه انبیا نیان بگن خب ما نمیدونیم خضوع خدا رو چه جوری بکنیم، آب بریزیم تو هوایم بکنیم خضوع خدا نمیدونیم. که این آمدن انبیا برای اینکه بیان مصادیق خضوع رو بکنن. مصادیق خضوع چیچی هست؟ اینجا باب نبوت هم باز میشه. تا حالا باب معرفت الله، معرفت الاسماء و صفات، معرفت اتحاد صفات با ذات بود. حالا از اینجا منی که عاشق خضوع هم برای اون منعم کمال بحث و جمال صفت، عاشق خضوع چجوری بکنم نمیدونم. انبیا باید بیان برد، یا باید خودم مرتبط با حق باشم. هر انسانی که عاشق عبودیت هست باید باید این متصل با خدا باشه که خدا بهش میگه اینجوری کن، یا لااقل در هر عصر زمان یه نبیی باشه، یه متصلی باشه، یه کاشف تام معصومی باشه که به مردم بگه آقا خضوع خدا این است. همیشه هم بوده، میگم در عالم بر که از اون ارواح عهد گرفتن، اون که به انبیا مربوط ماد و از اخدا رب بکنه بنی آدم نور میتاق و اونجا انبیا بودن، اونجا در باب عالم مثال دیگه، هنوز به عالم ملک نیازه، عالم مثال هنوز به عالم تکلیف نرسیده، اینجا عالم تکلیف که داریم درست میکنیم. در عالم مثال بعد همه موحد بود، همه دنبال فرمایشات خدا بود، اما در عالم طبیعت دنیا نمیدونن چجوری حضور بکنن، نمیدونن حضور، نمیدونن. خدا انبیا رو باید بفرسته برای اینکه بیان خضوع کنه، مصادیق خضوع رو بیان کنه. خدا این از اون قالب تجردی ما خارج شد که اومد تو بدن ما، مثلا خارج نشد، خضوع شما میگید بدن شما بیان کیفیت خضوعه. خضوع خدا عبارت هست که یه دفعه شما یه دفعه اینست که میگید آقا جون من این نماز که میخونم من عبادت خدا نیست، خب از بحث خارج یعنی ورزش، یه طور شما ورزش میکنید از بس خواهدید، یه طور شما نه برای عبادت خدا دلله راست میشید، این قضای منه، قضای من خضوع برای باری تعالی. تو همین زمین میگید وقتی میخوایی نماز بخونی چکا کن؟ آین به سرکه از نعمت الله،
خواهی نماز بخونی بیرو باید نماز بخونی، پیش از نماز آین ببین معاینه کن شهود کن در سر خودت عظمت وای تعالی، عظمتی که منشأ از خضوع بود اینو توجه کن در نماز ها که توجه نمی کنی یا بخون نهلیسی هم که بیاد نیت رو رو خیلان من اول معلومی اینجا همین بعد و تمام امور دیگه تمام کل یه عبادات اینجا ببینید ما وقتی میخواییم نماز بخونیم نماز برای چیه گفتیم خضوعه که خضوع محقق میشه وقتی من توجه کنم به عظمت رو باری تعالی تا فطرت من بگوید بله در مقابل این عظمت باید خضوع کرد اون تا کیفیت خضوع رو نمیداد میگه بگو الله اکبر حمد و سوره بخون رکوع بخون سجود کن اینا همه بیان چیه خضوع در مقابل کی در مقابل عظمت امام جعفر صادق فرمود وقتی میخوای نماز بخونی آیین به سرک عظمت الله وقف بین یدی ببینید در مقابل اون کمال بحث ایستادی وقتی در مقابل کمال بحث ایستادی عظمت رو درک میکنی حالا بگو الله اکبر خب این نماز با این نماز با ما چقدر فرق داره فاصله چقدر داره هیچ باید بگیم اشکال هست هست معنا نداره خضوع دل نیامده آقا این اعمال افعال اعضا و جوارح رو میشه خضوع تعبیر کرد خضوع والا قلبه اونجا جوارح و اعمال حرکت میکنه این حرکت جوارح و اعمال به عنوان اون خضوعیست که برای باری تعالی میخوای بکنی ولی ملاک خضوع چی چیه؟ نیست که درک عظمت بکنی اگه درک عظمت بکنی که خضوع نمیشه برای همون پیامبر فرمودن به اون جوان که دلا راست میشد که این نماز نمیخونه مثل کلام در زمین رو بقیه سوازداری ما هم همینطور هستیم همه اون اینطوری هستیم میرسه میگه آقا قضا حاضره میگه الله اکبر نماز میخونه میرسه نقرون تا نقر الغرا نقره که نقر الغرا نقره که قضا حاضره آقا توی کلم الله که میزن قضا کجاست وقتی ما نماز بخونی اول میبینی باشی آیه به سرکه از الله آیه معاینه کن معاینه کن به چی به سرت نه به چشمت نه به سرت نه به چشمت چشم دل دیگه ها باریک الله آیه عظمت الله اما به سر نکن وقف بین یدی اینجا توقف بین یدی یعنی در مقابل باری تعالی ایش بین از خوف و رجا خوف نکنیم این اسلام هایی که ما کردیم ما را عذاب بکنیم رجا امید داریم به فضلش که من انشالله نمی کنیم رحمت واسعه داریم ما را در رحمت فرو بیاریم من جو رحمت رحمت بر غضب خدا سعه دارم ببینید اصلا نماز حقیقتش خضوع است خضوع نمیشه الا اینکه پیش از نماز انسان متوجه بشه به قلبش متوجه عظمت بشه وقتی متوجه عظمت شد وقت بگه الله اکبر اگه میشه نماز حالا اگه یادش رد دو مرتبه میشه لا نماز حالا در تکبیرات احرام یادش رو برد ولی تو حمد و سوره رفت از تو حمد و سوره رفت تو بازار هیچ تموم میشه وقت مالی رفت تو بازار رفت تو فروش فروشه نمیدونم کذا آدم هیچ نه این باید معاینه در سر ادامه بشه تا بگی از سلام همین وقفش معنای ادامه هست میشه اینجوری گفت که اینجا میگه بازا بالاتره میگه حالا تو وقتی که درش میکنه عظمت را کجا هستی؟ میگه در محضر خدا هست قفت بین یدک بعد حالا که بین یدی هستی چجور آدمی هستی همش رجاه میگه نه خوف و رجاه هم عدل هم عدل هم رحمت هم عادل هم رحیم اگر ما رو ظلم میکنه به عدلش ما رو ظلم میکنه اگر عذاب بکنه ما رو به عدلش ما رو عذاب میکنه نه به بی عدلیش بی عدالتی بیگاره نمیکنه پس بین خوف و رجاه این اسیان های ما احتضاش و باره در چه خدا اگه بخواد با عدل شما رسات کنه همه اون رو بزنه ما
همه تون بیدونم اما به عدلش، به عدلش با همون رفتار نمیدن. آینده سرک اگر اینجوریه چرا ائمه این شکوک را برای آدم شاب که غفلت میکنه در نماز اینجور بنا را برچین بزنه؟ این غیر از اینکه فکرش میره جاهای دیگه اینجوری میشه برای تقصیر خودش، فکرش جاهای دیگه رفته دیگه، دیگه اختیاری نیست دیگه. اگر انسان فکرش رو جمع بکنه هرگز یعنی شکوک بزنه شک بین سه و چهار نمیکنه اصلا، همیشه میبینه اصلا افعال خودشو میبینه، رجاب خودشو میبینه، مشاهده میبینه. اینا ما وقتی میریم تو بازار نماز بازاری میخونیم اینه، نماز خیابونی میخونیم اینه، نماز تجاری میخونیم، نماز تجارتیه، نماز زراعی که یکی زارع، نماز زراعتی میخونیم، یکی صانع، نماز صنعتی میخونیم، یکی خلبانه، نماز خلبانی میخونیم، فهم میخونیم. وقتی میخوای نماز بخونی باید همه چی بره کنار، آیه به سرلی که از اومد این معنی فقط در ائمه هست. خیلی خوب، ائمه آمدن بگن آقا شما هم باید همینطور باشید، لا تقدرون علا دارید، شما هم باید همینطور باشید. مگه دعای شعبانیه رو شما نمی کنید هست؟ میگید انر افصال غروبنا که زیاه نظر هایلک حتی تخلق افصال غروب خود و نور و تصل الى معدن لازمه. مگه همه معمول نیست این دعای شعبانیه رو بخونید؟ این دعای شبانیه مگه همینطور لفظه، حقیقته، تقاضا داری میکنی خدایا نورانی کن منو، چیچه ها کجا رو نورانی کنن؟ قلبهای من را، چشمهای قلبهای من را، تا اینکه پاره کند حجب نور را، تا اینکه بعد از پاره کردن حجب نور به تو وصل بشن. مگه این تقاضا رو نمی کنی؟ مثل الفاظ رو میگید نمی فهمید چی داری میگی؟ اینجا گفتیم عاشق خضوع از طرف کامل، این عشق خضوع برای کامل چی باید جوابشو بده؟ خدا. چه جور جواب بده؟ یا من متصل به خدا بشم که بیان کنه برام کیفیت خضوع چیه، یا باید در هر عصر زمان یک کاشف تام معصومی باشم. حالا فرض نیست که همیشه بوده، از اول وجود آدم، خود آدم تا آخرش خاتم، تا بعدش هم اوصیای خاتم، بعد از اوصیای خاتم البته دو مرتبه رجعت میشه، دو مرتبه پیغمبر بادش، دو مرتبه ائمه بادش، بالاخره زمین فارغ از حجت معصوم نباید باشه در حتی یه آن، یه آن که انسان عاشق بتونه خودش رو معصوم برسونه، بتونه به این فطرت خاضعه که من عاشق خضوعی برای باری تعالی هستم برسه. یکی هم مسئله فطرت عادل است، من عشق به عدالت، عشق به اعطاء کل ذی حق حقه، من عشق خدا. اینم منوط به چی میشه؟ منوط به این میشه که باید از طرف باری تعالی تمام حقوق برای من بیان بشه. من حقوق نمیشناسم، کیفیت ادا حقوقم نمیشه، صاحبان حق را نمیشه، هم حق رو باید بشه، هم کیفیت ادای حق رو باید، هم صاحبان حقوق رو باید بشه، کی حق داره کی حق نداره، اینی که حق داره حقش چجوری ادا میشه، هم حق رو باید بشه، هم صاحب حق و هم کیفیت ادا. این از طرف کی باید بیان بشه؟ از طرف باید، یا برای هر فردی از افراد انسان این اتصال باید برقرار بشه، خدا بیان، یا لااقل در هر عصر زمانی یه فرد کاشف تام به معصوم باشه که این حقوق رو بیان کنه، این مراتب ادای حقوق رو بیان کنه، صاحبان حق رو هم همه به شهر کنه. این قضای من، این من مجرد این ستا قضا رو داره، این ستا می بارد از دین، ذالکت دین القیه فطرت الله اللتی فطر الناس علیها، فطرتی که همه مردم بر او هستند، لا تدبیر به خلق الله، تدبیری بر خلق الله، ذالک دین القیه ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم میدونن که دین قیم همین ستا هست، عرفان الله هست، عرفان صفات الله هست، اتحاد صفات با ذات هست، فعل الله هست، دنبالش معرفت النبوت، معرفت الامام هست، معرفت المعاد، معرفت العدل، اینا عبارت از قضای من، خضوع باز قضای من، ادای عدالت و
بیان ادای عدالت اینا اینا حقیقت اون قضای منی. اگه اینا رو به من دادی قضا شو بهش دادی، اگه ندادی قضای من رو من نداری.